سرخط خبرها. آمریکا در آستانه صدور مجوز اضطراری برای دومین واکسن کرونا. کارشناسان مستقل موفقیت 95% داروی ساخت شرکت مدرنا را تایید کردند. توصیه مقام‌های بهداشتی ایران به پرهیز از دور همی‌های شب یلدا در تهران و اصفهان منع رفت آمد شبانه برقرار می‌شود. واکنش به سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ضرورت توافق هسته‌ای جدید. ایران می‌گوید برای احیای برجام دوباره مذاکره نمی‌کند. و تازه‌ترین هدف عملیات گسترده سایبری علیه نهادهای دولتی آمریکا، وزارت انرژی رخنه هکرها به شبکه کامپیوترش را تایید کرد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. آمریکا احتمالاً تا ساعتی دیگر برای استفاده گسترده از دومین واکسن کرونا مجوز اضطراری صادر می‌کند. این واکسن را شرکت داروسازی مدرنا ساخته و رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش از تاییدش خبر داده. هیئتی از کارشناسان مستقل سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا هم گفتند این واکسن در بیش از 94% موارد مؤثر بوده. آمریکا از کمتر از یک هفته پیش واکسیناسیون عمومی را با استفاده از محصول شرکت‌های فایزر و بایونتک شروع کرده و امروز این واکسن مقابل دوربین رسانه‌ها به عده‌ای از کارمندان کاخ سفید از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهوری تزریق شد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. دکتر کون، we have a yes vote. دکتر سویر voted yes. واکسن مدرنا یک قدم دیگر به خط پایان نزدیک شد. 20 رأی موافق و 1 رأی ممتنع در جلسه ویدیویی هیئت مستقل کارشناسان سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا یا FDA. به همه برای تایید فوری این واکسن تبریک میگم. این واکسن در کنار نمونه‌های دیگه هر چه زودتر میتونه زنجیره ابتلا به کرونا رو قطع کنه. حالا راه برای صدور مجوز اضطراری واکسن مدرنا در اینجا هموارتر شده. واکسنی که شرکت مدرنا با همکاری مؤسسه بهداشت آمریکا ساخته و پس از واکسن شرکت فایزر بایونتک دومین واکسنی خواهد بود که در سراسر آمریکا از آن استفاده خواهد شد. از یک هفته پیش برنامه واکسیناسیون با واکسن فایزر در آمریکا شروع شده. اینجا در بیمارستان ویرجینیا در شرق آمریکا پرستاران و کادر درمانی جزء اولین هایی هستند که واکسن را دریافت می کنند. با تایید واکسن دوم هم کادر درمانی و سالمندان در اولویت خواهند بود. واکسن مدرنا هم مانند واکسن فایزر با فناوری پیشرفته mRNA ساخته شده. در این نوع واکسن ها از بخشی از رمز ژنتیکی ویروس استفاده می شود. پس از تزریق mRNA داخل سلول می رود و پروتئین شاخکی ویروس را بدون خاصیت بیماریزایی تولید می کند تا سیستم ایمنی بر ضد آن پادتن و سلول های ایمنی تولید کند. اما حمل و نقل آسان واکسن مدرنا مزیت عمده آن است. این واکسن را با یک فریزر معمولی هم می شود جابجا کرد، ولی واکسن فایزر را باید در دمای منهای 70 درجه سانتیگراد نگه داشت. واکسن در بعضی از کشورها مثل اینجا در برزیل مخالفان سرسختی دارد. دادگاه عالی برزیل واکسن کرونا را برای همه اجباری کرده. ولی جایر بورسونارو رئیس جمهوری این کشور منتقد جدی این تصمیم است و گفته واکسن نمیزند. کشوری که از لحاظ شمار قربانیان کرونا در جهان دوم است. وقتی که واکسن تایید شد هر کس که بخواد میتونه تزریق کنه. من واکسن نمیزنم. بعضیا میگن با این کار الگوی بدی خواهم بود. اونایی که این حرفو میزنن احمقن. من به این ویروس مبتلا شدم و بدنم آنتیبادی داره. خب چرا باید دوباره واکسن بزنم؟ در سیدنی استرالیا دولت از ساکنان این شهر خواسته که دوباره در خانه ها بمانند. پس از 2 هفته موفقیت در کنترل ویروس، موج تازه ابتلا به کرونا شهر را فرا گرفته. مقام های بهداشتی اما هنوز نتوانستند منبع اصلی موج جدید را شناسایی کنند.
بسیاری مثل اینجا در مادرید کاری به محدودیت‌ها ندارند. در حالی که از دو ماه پیش قوانین منع رفت آمد از نیمه شب اجرا می شود، صحنه‌هایی مثل این و حمله پلیس به مهمانی‌های مخفی شبانه در پایتخت اسپانیا عادی شده. یک هفته بیشتر به کریسمس نمانده، ولی کرونا باعث شده خیابان‌ها و شهرها آن شور و شوق همیشگی را نداشته باشند. اما بسیاری امیدوارند که با شروع واکسیناسیون سال جدید میلادی سال بهتری نسبت به 2020 باشد. کاوه مشکات، بی بی سی. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن، درباره تفاوت‌های واکسن مدرنا با دیگر واکسن‌ها پرسیدم. از لحاظ ساختش مشابه واکسن فایزر هست از نظر کیفیت عمل کرد و روند عمل کردش، اما همونطور که اشاره شد شرایط نگهداری و انتقالش بسیار ساده تر هست و در واقع شرایط لوجستیکی و امکانات انتقال راحت تری رو داره در کشورهایی که سیستم‌های بهداشتی درمانی گسترده‌ای دارن و امکانات حمل و نقل دارن، مثل ایران که خب بزرگترین شبکه بهداشت در واقع داره در تمام دنیا، میشه گفت که ایران اون شبکه رو داره، میشه این کمک رو انجام داد و میشه این کمک بزرگی باشه و در واقع مشکلات لوجستیکی که تا حالا بهش اشاره می‌شده دیگه نداره. و از طرفی مسئله قیمت اون هم هست که یک مقداری ارزان‌تر هست، از این جهت هم میتونه کمک کننده باشه. خب به هر حال وارد شدن شرکت‌های بیشتر و تولید کنندگان بیشتر و عرصه تولید واکسن این نوید رو میده که به تدریج کمبودهایی رو ما نداشته باشیم و نگرانی از کمبود تولید واکسن در سال 2021 نداشته باشیم و همه اینها مرهون سرمایه‌گذاری‌های دولتی آمریکا هستیم که از ابتدای شروع این پاندمی در واقع این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد و الان ما نتیجه‌اش رو داریم می‌بینیم. دکتر کاظم عطاری بود، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان وخیم است، مقام های بهداشتی از برقراری مقررات منع رفت آمد در دو روز آینده در تهران و بعضی شهرها خبر دادند. آنها از مردم خواستند از دور هم جمع شدن در شب یلدا پرهیز کنند. در همین حال وزارت بهداشت گفته ایران در حال ساخت واکسن است که تا بهار آینده به تولید انبوه میرسد. فرین آسمی گزارش میدهد. هرچه به شب یلدا نزدیکتر می شویم، توصیه ها و هشدارها بیشتر می شود. توصیه به ماندن در خانه و برگزار نکردن رسم شب یلدا با دوره همی های بزرگ خانوادگی. سخنگوی وزارت بهداشت قبلا دوره همی های خانوادگی را دلیل 51% موارد ابتلا به کرونا دانسته بود. انوشینوار محسنی بندپی، استاندار تهران، شرایط پایتخت را نارنجی اعلام کرده و گفته شرایط این شهر مانند شرایط قرمز است. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیشگیری از رفت و آمد شب یلدا دستور داده شنبه و یک شنبه به جز اصناف ضروری همه کسب و کارها از ساعت 6 عصر تعطیل شوند. رفت و آمد خودروهای شخصی از ساعت 8 شب تا 4 صبح هم ممنوع است. در بعضی شهرهای دیگر هم ممنوعیت عبور و مرور برقرار می شود. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، هم در توییتی از مردم خواسته یلدا را در خانه بگذرانند. کرونا چه کارها که نکرد؟ هر سال شب یلدای بدون گوشی رو ترویج می‌کردیم، امسال دور همی یلدا هم با گوشی‌ها برگزار میشه. سرعت اینترنت رو به شدت پایین آوردن. توییتی که با انتقاد بعضی از کاربران روبرو شد. کاربرانی که به سرعت پایین، قیمت بالا و فیلتر اینترنت در ایران اشاره کرده و به آن اعتراض دارند. در حالی که کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، بسیاری از مردم از پس هزینه‌های درمان بر نمی‌آیند. این گفته های یک شهروند افغان ساکن قم درباره مشکلات بیمارانی که بیمه ندارند. اینجا بیمارستان شهید بهشتی در استان قم تنها مرکز پذیرش بیماران کرونایی هست که بیماران کرونایی فقط میتونن اینجا بستری بشن، ولی متاسفانه بیمارانی که بیمه نداشته باشند رو تا میتونن پذیرش نمی کنن، مگر اینکه خیلی بیمار حالش خراب باشه، در اون صورت پذیرش میکنن، مگر در صورتی که 20 میلیون تومان همون اول واریز کنه بیمار و یا اگه 20 میلیون تومان نداشته باشه، مثل احمد غلامی پسر عموی ما که متاسفانه در بیمارستان کامکار 15 روز بستری شد و آخرش هم مرد، این اگه 20 میلیون تومان موجود نباشه باید دو تا مدرک شناسایی معتبر گرو گذاشته بشه. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته ایران نتوانسته منابع مالی لازم برای خرید واکسن کرونا را فراهم کند.
چون باید پول خرید واکسن را به فرانک سوئیس تبدیل کرده و به خارج از کشور بفرستند. اون نگفته چرا دولت ایران موفق به این کار نشده. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که به دلیل تحریم نقل و انتقال مالی برای خرید واکسن با مشکل مواجه شده. کوآکس برنامه دستیابی جهانی به واکسن کرونا به بی بی سی فارسی گفته بود آمریکا مجوز لازم را برای ایران صادر کرده و ایران منع قانونی برای خرید آن ندارد. همزمان ایران میگوید در حال تهیه واکسن ایرانی کرونا است و این واکسن تا بهار آینده به تولید انبوه میرسد. وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته در ایران 178 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. در این مدت 7121 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند. اما بسیاری از مقام‌های بهداشتی و پژوهشگران مستقل میگویند آمار واقعی قربانیان در ایران 2.5 تا 3 برابر آمار رسمی است. فرین عاصمی، بی بی سی. نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کشورش برای توافق هسته‌ای دوباره مذاکره نمی‌کند و احیای برجام نیازی به سندی جداگانه ندارد. گفته‌های کاظم غریب‌آبادی واکنشی است به سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با اشاره به نقض مکرر برجام گفته بود به سادگی نمی‌توان این توافق را به حالت اول بازگرداند. رافائل گروسی خواهان نوع تازه‌ای از توافق هسته‌ای شده. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. بیش از یک ماه دیگر باقی مانده تا این مرد ساکن تازه کاخ سفید شود. هرچه او به دوران ریاستش نزدیکتر می شود، بحث ها و حدس و گمان ها درباره توافق هسته‌ای هم بیشتر می شود. یکی از تازه ترین اظهار نظرها از آن رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. نمیتونم تصور کنم که اونا به سادگی بگن ما برمیگردیم سر خونه اول. برای اینکه دیگه خونه اولی وجود نداره. مواد هسته‌ای بیشتری تولید شده. فعالیت‌های بیشتری وجود داره. تعداد سانتریفیوژها بیشتر شده و اقدامات بیشتری هم اعلام شده. سخنان آقای گروسی اما واکنش تند کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در این آژانس را به دنبال داشت. ارائه هر گونه ارزیابی در مورد اینکه تعهدات چگونه اجرا می شود قطعاً فراتر از مأموریت محول شده به آژانس است و باید از آن اجتناب شود. مذاکره مجددی درباره توافق هسته‌ای در کار نخواهد بود. در صورت احیای برجام ضرورتی به سند تازه در رابطه با نقش آژانس وجود ندارد. نیازی نیست که وضع را پیچیده کنیم. به زبانی دیگر تهران معتقد است این آمریکا بود که با خروجش از برجام باعث شد ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را بیشتر کند و حالا می‌تواند با برگشت به توافق وضع را به حالت اول برگرداند. اما به نظر نمی‌رسد اوضاع خیلی هم ساده باشد. همین دو هفته پیش بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتر در سایت غنی‌سازی نطنز خبر داد. ایران هم البته ابایی ندارد که بگوید فعالیت‌های هسته‌ایش را بیشتر کرده. احتمالاً راهی برای فشار به طرف‌های برجام برای اجرای کامل این توافق. یکی دو نوع سانتریفیوژ داشتیم، آیار وان داشتیم، حالا آیار تو هم یه مقداری، آیار فور هم اولیه کارش بود. امروز بله فرق کردیم ما، امروز آیار هشت داریم، آیار شیش داریم. امروز خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار تصاویر ماهواره‌ای گفته ایران ساخت تأسیسات جدیدی در سایت هسته‌ای فوردو را شروع کرده. شاید منشأ نگرانی تازه برای طرف‌های برجام. پریروز ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام نشستی مجازی داشتند. درخواست از ایران برای اجرای کامل تعهداتش و امیدواری به برگشت آمریکا به توافق دو روی یک سکه در این نشست بودند. What I see is that we are moving slowly full circle back to December 2015. آقای گروسی معتقد است که شرایط دارد به آهستگی در چرخشی کامل به 4 سال پیش و زمان توافق هسته‌ای برمی‌گردد. به گفته او نیاز به نوعی از توافق تازه در دل برجام است. وضعیتی آچمز که معلوم نیست قرار است چطور حل و فصل شود. اما آنچه مسلم است این است که ساکن تازه کاخ سفید آدمی نیست که بیگدار به آب بزند. فردی که به نظر می رسد برای هر قدمی که برمی دارد حساب و کتاب خودش را دارد. فیروزه اکبریان،
بی بی سی. بهرام قیاسی کارشناس حقوق بین الملل در مسائل هسته‌ای از لندن با ما هستن. آقای قیاسی، نظرتون در مورد صحبت‌های آقای غریب آبادی، واکنش آقای غریب آبادی به صحبت‌های آقای گروسی چیه؟ بله، با سپاس. جناب آقای رافائل گروسی طبیعتاً ایشون وظایف خاصی دارن و اون وظایف خاص در چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه شماره 2231 صریحاً و دقیقاً مشخص شده. ایشون نظارت، بازرسی و ارائه گزارشات در رابطه در چارچوب برجام به شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. ایشون نقشی در رابطه با سیاست‌گذاری یا ایجاد خط مشی در این رابطه ندارن. البته من فکر میکنم که نظرات جناب نظرات آقای رافائل گروسی مقداری سوء تعبیر شده. ایشون میگن که در رابطه در چارچوب فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید مشخص شه که نحوه عمل کرده اینها چگونه باشه، با توجه به کاهش تعهدات فاحشه. بله، خب آقای، حتی خود آقای گروسی هم میگه شرایط و اوضاع در یک چرخش کامل کم کم داره برمیگرده به وضعیت سال 2015، ولی طرف های دیگه شاید حتی تاکیدشون برای یک توافق جدید از جمله طرف های اروپایی بیشتر باشه. فکر میکنید ایران نگرانیش از دستیابی به یک توافق جدید چیه؟ بله، من فکر میکنم مجددا هدف توافق جدید در به این معنی نیست که برجام رو کنار بذارن و یک توافقنامه دیگری رو تنظیم کنن. من فکر میکنم در قالب برجام و در چارچوب برجام آژانس داره میگه و همینطور اروپایی ها که محکمتر برخورد بشه با ایران و البته این های مداری بدبستون های قبل از مذاکرات هم هست. متشکرم از شما بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در مسائل هسته‌ای. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی تایید موفقیت 95% واکسن کرونای شرکت مدرنا، آمریکا می‌خواهد تا ساعت دیگر برای استفاده گسترده از این دارو مجوز اضطراری صادر کند. در ایران برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در دور همی‌های شب یلدا در تهران و اصفهان منع رفت و آمد شبانه برقرار می‌شود. در ادامه این برنامه، آخرین تمرین‌های تیم فوتبال پرسپولیس برای مسابقه سرنوشت ساز در لیگ قهرمانان آسیا. وزارت انرژی آمریکا تایید کرده شبکه کامپیوتری آن وزارتخانه هم هک شده. در 5 روز گذشته چند وزارتخانه و سازمان مرتبط با دولت آمریکا هدف عملیات سایبری قرار گرفتند. گفته شده این عملیات بزرگترین هک اطلاعاتی در آمریکا بوده و رسانه‌ها به نقل از بعضی مقام‌های این کشور که نامشان برده نشده، آن را به هکرهای وابسته به دستگاه‌های امنیتی دولت روسیه نسبت دادند. روسیه این اتهام را رد کرده. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. جزئیات بیشتر در مورد این هک گسترده چیه بهمن؟ که ابعادش بیشتر از اون چیزی است که حتی در روزهای آغازین منتشر شده در شرکت مایکروسافت. مسئولانشون که رصد کردن این هک رو میگن که ضربه‌ای که خورده شده به ساختارهای اطلاعاتی در روزهای آینده مشخص‌تر میشه، ولی خیلی بیشتر از این نیست که تا الان میدونیم و بعد انتظار داشت که این اطلاعاتی که به سرقت رفته شده بسیار بیشتر از مقداری باشه که الان تا الان منتشر شده. و فراتر از اون این که دیگر وزارتخانه هایی که نام برده شده و مقام های آمریکایی گفتن که هدف این عملیات قرار گرفتن، شامل وزارت خارجه، وزارت دارایی و حتی وزارت دفاع آمریکا هم میشه. به همین جهت هم هست که میگن بزرگترین هک اطلاعاتی در تاریخ آمریکاست. و همچنین نهادی که در وزارت امنیت داخلی آمریکا مسئول مبارزه با و مقابله با حملات سایبری هست، گفته است که مقابله با این عملیات و به اصطلاح اطمینان یافتن از اینکه متوقف شده این هک در یک مقطعی بسیار کار پیچیده و چند لایه است و این عملیات از مارچ 2020 یعنی از بهار آغاز شده. این ماه هاست که
اون دستگاه‌هایی که به اصطلاح نرم افزارهایی که وارد سیستم شده بوده، نفوذ کرده بوده، مشغول فعالیت و جمع‌آوری اطلاعات بودند و تا این لحظه هم اون چیزی که سبب شده صدای نه فقط دموکرات‌ها بلکه تعدادی از جمهوری‌خواهان هم در بیاد، از جمله سناتور رامنی که قبلا کاندید ریاست جمهوری بود از سوی حزب جمهوری‌خواه، این است که آقای ترامپ سکوت کامل کرده و هیچ واکنشی نشان نداده به این حمله‌ای که حالا میگویند کار روسیه بوده، و آقای بایدن در مقابل گفته است که به محض اینکه به قدرت برسه هزینه سنگینی رو تحمیل خواهد کرد به کشورها و کسانی که دست به چنین هک‌هایی بزنن و بی پاسخ نخواهد گذاشت، ولی فعلا شخص رئیس جمهوری آمریکا پاسخی نداده، گویا اینکه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هم مشغول بررسی ابعاد این حمله هستند، همین که به تبع احتمالاً در پی این هستند که ارزیابی کنند ببینن چگونه باید پاسخ بدن اگر مطمئن هستند که این کار هکرهای روسیه بوده. ولی به هر حال از این جهت که بزرگترین حمله هست، حمله سایبری هست در تاریخ آمریکا، بسیار مورد توجه قرار گرفته، ولی بر اینه که باید در صدر اخبار باشه در حالت عادی با توجه به وضعیت کرونا و اینا اونطور هم نیست، اون توجهی که بسیاری انتظار دارن بهش نشده در اینی که میگن بزرگترین حمله سایبری هست. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. فردا ساعت 3:30 به وقت تهران یکی از مهمترین مسابقات باشگاهی سالهای اخیر فوتبال ایران برگزار می شود. پرسپولیس تهران برای کسب مقام اول در لیگ قهرمانان آسیا در یک تک مسابقه با اولسان هیوندای از کره جنوبی روبرو خواهد شد. این دومین بار در سه دوره گذشته است که پرسپولیس به فینال می رسد. اما آخرین باری که یک تیم ایرانی قهرمان قاره شد 27 سال پیش بود. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما اینجا در استودیو با ما. الان بعضی‌ها دارن میگن که این مسابقه مهمترین بازی باشگاهی در تاریخ برای تیم‌های ایرانی، واقعا اینطوره یا دارن یه خورده داره بزرگ نمایی میشه پویا؟ فکر میکنم واقعا اینطوری هست، چون اصلا ایرانی‌ها کلن سه بار قهرمان شدن تیم‌های ایرانی تو آسیا. یک بارش برمیگرده به قبل از انقلاب که تیم تاج قهرمان شد، یک بارش بعد از انقلاب سال 70 استقلال برده که تونست الهلال شکست بده در فینال، و یه بارم همین 27 سال پیش که تو خبر خودمون داشتیم پاس تهران بود که باشگاهی که الان وجود نداره. بنابراین فرصت‌های مثل این خیلی کم میان و تا از اون 27 سال پیش تا به حال هم 4 بار تیم‌های ایرانی رسیدن به فینال که همه‌شون رو باختن، بنابراین شاید اغراق نیستش که بگیم که این بزرگترین بازی باشگاهی ایرانه. به علاوه این که تیمی که قهرمان میشه ببره بازی رو، نه فقط قهرمان آسیا میشه، فرصت اینم پیدا میکنه که تو جام باشگاه‌های جهان که سال آینده است بازی بکنه جلوی تیم‌های بزرگ دنیا مثل بایرن مونیخ، و اونجا کلی پول هم به دست اون تیم میاد از نظر مالی به خاطر اون چند تا مسابقه‌ای که اونجا برگزار میکنه، واقعا به نفعش خواهد بود. و بخشی از صحبت‌های یحیی گل محمدی که امروز تو نشست خبری بودنم با هم دیگه ببینیم. تیم خوبی داره اولسان، تیمیه که بالاخره مبارزه میکنن، میجنگن برای بردن و شبیه تیم خودمونه. ما هم آماده این مسابقه هستیم و بازی فینال فقط یه راه بیشتر نداریم، اونم بردن، و به تنها چیزی که فکر میکنیم و روش تمرکز داریم قهرمان شدنه. امیدوارم که با قهرمانی خودمون بتونیم دل هوادارامون رو شاد کنیم. میدونم که خیلی نگران این بازی هستن، ولی من این اطمینان رو به همشون میدم که تا آخرین نفسمون برای قهرمان شدن مبارزه میکنیم و در نهایت هم انشالله بتونیم قهرمان بشیم و انشالله اتفاقات خوبی برای تیم ما تو بازی فردا بیفته. خب پوری، چقدر شانس برد دارن ایرانی ها؟ اگه که بخوای به تاریخ نگاه بکنیم خیلی تاریخ خوشیوم نیستش، به خاطر اینکه همین 4 تا فینالی که داریم راجعش صحبت میکنیم اکثرا جلو تیم‌های شرق آسیا بوده، یعنی که پرسپولیس، استقلال، اون تو دو مورد دیگه که به فینال رسیدن یکیش دوتا اسپانی بودن، زوباهن و سپاهان هم رسیدن، همیشه به تیم‌های شرق آسیا باختن. ولی تفاوتش این بار اینه که به خاطر کرونا و اتفاقاتی که افتاد دیگه مسابقه به صورت متمرکز توی قطر برگزار میشه و
یک تک مسابقه است، تو اون 90 دقیقه هر اتفاقی ممکنه بیفته. من بنگاه‌های شرط‌بندی هم که نگاه می‌کردم، ارزش قهرمانی بردن دوتا تیم نزدیک به هم دیگه است، یعنی واسه پرسپولیس هم شانس خوبی قائل هستم، ولی که اولسان هیوندای رو تیم قوی‌تر می‌بینن. صحبت‌های جلال حسینی کاپیتان تیم رو هم داریم، اونها هم با هم دیگه نگاه بکنیم قبل از مسابقه فردا. مطمئنا فردا روز بزرگیه واسه هر دو تا تیم، هم پرسپولیس هم اولسان، و اینکه تیم اولسان یه تیم خیلی خوبی هستش، سازمان یافته است، نظم خیلی خوبی چه تو حمله چه تو دفاع داره، ولی خب ما هم پرسپولیس هستیم، تلاش کردیم و من فکر کنم موزه تلاشمون رو گرفتیم که فردا توی فینال بازی کنیم. فینال روز بزرگیه برای هر دو تا تیم، تلاش کردیم، خیلی وقتا جنگیدیم که برسیم به اینجا و امیدوارم که فردا بچه‌ها بتونن نکاتی که سرمربی به ما میگه رو بتونیم اجرا بکنیم، انجام بدیم، ان شاءالله بتونیم موفق بشیم. امیدوارم که یه بازی خیلی خوب باشه برای همه مردم آسیا. گزارش این بازی هم حسابی حاشیه ساز شده، جریان چیه دقیقا؟ مثل اینکه عادل فردوسی پور میخواد گزارش کنه. درسته، یه ابتکار جالبی رو کنفدراسیون فوتبال آسیا ایجاد کرده که دوتا گزارشگر، یکی به زبان کره‌ای و یکی به زبان فارسی رو واسه وبسایت‌های خودش در نظر گرفته، و با توجه به اینکه روی اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقه لایف پخش میشه، حالا احتمالاً روی یوتیوب و جاهای دیگه هم خواهد بود، و با گزارش فردوسی پور که رفته اونجا و ما خبر داریم از طریق خود کنفدراسیون که این قطعی خواهد بود حضور عادل فردوسی پور اونجا، جالبه که ببینیم که چند نفر ترجیح میدن از روی اینستاگرام نگاه بکنن و چند نفر از طریق تلویزیون ایران مسابقه رو دنبال خواهند کرد فردا. متشکرم از تو پوریا جعفری اینجا در استودیو. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.